عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیانان عزیز و ارجمندم در تلویزیون ایران فردا. سپاسگزار از همه مراحم شما. ممنونم و از نویسنده ارجمند پژوهشگر نامی که از ایران با من تماس گرفتند و خیلی اظهار لطف و مرحمت. امیدوارم یک روزی همه ما دوباره بتونیم در کنار هم باشیم، تو مملکت و میهن خودمون باشیم. و اما همیانان در جریان هستید که الان چندین هفته است که به همراه آقای دکتر اسماعیل نوریالا در یک سفر تاریخی به سر میبریم، یک سفر در گذشته دیگه چیزی حدود 50 سال، اونم در جاده ادب و فرهنگ این مملکت. شخصیت هایی که در این دوره خودی نمودن، آوازهی پیدا کردن در قلمرو شعر و ادب و فرهنگ و از این قبیل. حالا حتما به سینما هم خواهیم رسید. آقای نوریالا لطف کردند و قطب‌نمای ما بودند در این سفر، لطف کردند و ما راهنمایی کردند و ما در جریان با خیلی از چهره آشنا شدیم و با فعالیت شماری از برجسته‌ترین روشنفکران در دوران قبل از انقلاب در چه راهی در قلمرو تشکیل اتحادیه سندیکا وزیقت، یعنی انجام کار صنفی، رسیدیم به چهرهای خیلی سرشناس مثل مثلا آقایان حاج سید جوادی، آقای سیاوش کسرایی، آقای ساعدی، آقای جلال احمد، احمد شاملو، آقای ه. الف سایه. به خاطر ما هست که آقای سایه که از طرفداران سرسخت انقلاب در ایران بودن، یکی از پرسش های من از آقای دکتر نوریالا این بود که این تناقض رو چطور میشه توجیه کرد. گروهی که خب علی اصول هیچ نسبتی با مذهب نداشتن، مزالک این همه اشتیاق نشون دادن به یک انقلاب مذهبی در ایران. آقای نوریالا عزیز، درود بر شما. سلام میکنم خدمت شما، همکارانتون و بینندگان برنامه‌تون. چقدر این همراهی با شما در این سفر برای ما مطبوع بود، چقدر به ما خوش گذشت. محبت دارید. خب رسیدیم به آقای هوشنگ ابتاش که الحق خب یک غزل‌سرای خیلی برجسته ما هستند و اخیراً هم که کتاب خاطراتشون در ایران منتشر شده. آقای نوریالا سراپا گوش. بله، عرض کنم که من البته کتاب خاطرات آقای ابتهاج رو ندیدم. بله. و بنابراین نمیتونم قضاوتی راجب اون قضیه داشته باشم، فقط در حد آشنایی خودم با ایشون خدمتون داشتم عرض میکردم که این آشنایی در قبل از انقلاب بیشتر مربوط به دوستی و عرض کنم که شعر و شاعری بود. بله. اما بعد از انقلاب تبدیل شدش به یک نگاه من به ایشون به عنوان یه آدمی که علاوه بر ادبیات و موسیقی یک جنبه سیاسی و حزبی هم دارد. یعنی که ایشون به خاطر وضع متنعمی که اصولا خاندان ابتهاج ها از خاندان های بزرگ رشت هستند و متنعم هستند و ایشون هم وضع مالیش خوب بود همیشه و علاوه بر این در شرکت سیمان تهران پشت عرض کنم که یکی از فرعی‌های خیابون فردوسی اونجا خانه بزرگی داشتند و زندگی خوب و قشنگی داشتند و کلکسیون بزرگی از صفحات عرض کنم که موسیقی و بعد هم که شدن مسئول موسیقی رادیوی ایران، رئیس شورای موسیقی، رئیس شورای موسیقی که در اونجا البته من یادمه که صدای خیلی از شاعران جوانی رو که علاقه‌مند بودند که ترانه سرایی بکنند رو در آورده بودند، برای که سلیقه خاصی داشتند، از نوآوری هم زیاد خوششون نمی آمد. و مخصوصا یادم مثلا ایرج جنتی عطایی که بعداً با ترانه های گوگوش و اینها خیلی مشهور شد، چندین بار تلاش کرده بود ترانه هاش رو در اون شورا به تصویب برسونن و آقای ابتهاج رغبتی نشون نداده بود. منظور من اینه که بعد از ابتهاج من با چهره جدید ایشون که در واقع حزب توده آمده، رؤسای حزب توده برگشتن به ایران و ایشون هم به خاطر وضعیت زندگی که داره خونش رو کرده بود در واقع پاتوق همه، عصری که میشد همه جمع میشدن اونجا و من هم چند بار فرصت این را پیدا کردم که در اونجا حضور داشته باشم و اشخاص مختلفی رو ببینم، از خود
احسان طبری تا مثلا آقای لطفی که تار میزدن دو موقع و اینها. و در اونجا بود که من ملتفت شدم که ابتهاش چقدر وابسته به حزب توده و علاقمند به شوروی هست. برای ما داستانهایی میگفت از خاطرات خودش در سفر به شوروی و اینکه مثلا ابتدا که وارد قطار میشدن در کنار رود ارس از قطار ایران پیاده میشدن و سوار قطار شوروی میشدن به خاطر اینکه دوتا ریل ها به هم نمیخوردن، چقدر با احتیاط وارد میشدن و با سردی مورد استقبال قرار میگرفتن، ولی به محض اینکه قطار را میافتاد دیگه وضع عوض میشد و عرض کنم که رفقا در واقع با هم سیر میکردن. من حتی یادمه که یک شبی همون موقع که سفارت امریکا رو گرفته بودند و امریکایی را رو گروگان گرفته بودند، ایشون عده‌ای رو جمع میکردن شبا میرفتن دم سفارت. دم سفارت اون موقع من یه سفر کوتاهی کرده بودم به تهران از لندن رو کنجکاوی خودم، چون در روزی که انقلاب اتفاق افتاد من در تهران نبودم و احساس قبل میکردم که این حادثه تاریخی رو ندیدم. وقتی که سفارت رو گرفتن با کنجکاوی برگشتم ببینم که گفتن انقلاب دیگر، انقلاب بزرگتر از انقلاب اول و اینها. برگشتم و شنیدم که عصرا که میشه شاعران و نویسندگان حرفا میرن دم سفارت امریکا، این خیابان تخت جمشید که بعدن اسمش عوض شد، این دیگه عین سر پر تجریش شده بود، یعنی همینطور گاری های زمستان هم بود دیگه، گاری های مثلا لبو و گردو و این حرفا رو گذاشته بودن اونجا و نمیدونم آش میفروختن و اینا، مردم هم انگار آمدن تفریح و تفرج، میامدن اونجا دور هم. بعضی وقتا که میرفت بالای دیوار سفارت چهار تا شعار علیه امریکا میداد و غیره. کمدی الهی واقعا. بله؟ تاریخ نبوده، کمدی الهی بوده. عجیبه. بله میفرمودید. بله من یادمه که در یکی از اون شبها بود که من در منزلهای ابتهاج بودم، ایشون تلویزیونش رو روشن کرده بود و تلویزیون داشت صحنه ای رو نشون میداد که نماینده پاپ آمده بود به دیدار آقای خمینی برای اینکه تقاضا کنه که گروگان‌ها رو آزاد بکنن. و من خوب یادم نیست گفتگویی رو که بین ایشون و آقای خمینی برقرار بود، ولی یک مرتبه دیدم که آقای ابتهاج بسیار برآشفته شد و شروع کردش بد گفتن به نماینده پاپ که بر تیک پدر سوخته به امام داره چرا اینجوری حرف میزنه و چرا بی احترام میکنه، و این مانیتور تلویزیون که دستش بود محکم پرتاب کردش، یعنی تا این حد تعصب داشت. و به هر حال این ماجرای بعد از دیدارهای من بود با ایشون بعد از انقلاب. اما یه داستان دیگه هم در زمینه مربوط به ایشون بگم و داستان خاطرات خودم رو در مورد ایشون خاتمه بدم. مربوط می شود به این که در حدود مثلا 10 سال 12 سال پیش آقای بیژن اسدی پور که طنزنویس و از کاریکاتوریست هست شروع کرد یه سری مجله در آوردن که همچنان هم ادامه داره که هر شمارش متعلق به یکی از چهره‌های صاحب نام هنر رو عرض کنم که ادب ایران بود، و یکی از شماره ها هم اختصاص داده بود به آقای ابتهاج. و چون خب منم نقد شعر نوشته بودم به من هم مراجعه کرد و گفتش که شما یه مقاله‌ای در مورد شعر ابتهاج بنویسید. من چون زیاد اهل تعارف و مماشات نیستم و برخی از آداب رو نمیتونم رعایت کنم، مثل همه نقدهای دیگری که بر کار شاعران دیگر نوشته بودم، نقدی هم بر کار شعر ایشون نوشتم و گفتم که ایشون یکی از استعدادهای بی‌نظیر عجیب غریب ادبیات ما هست که میتواند به سبک هر کسی که بهش بگید شعر بگه، حتی از اون کس بهتر. یعنی من میتونم بگم که غزلیاتی سایه دارد که به غزلیات حافظ طعنه میزنه،
یا مثنوی میگوید از مولانا شاید بهتر. اما مشکل کار اینه که شما هیچ وقت نمیتونید پیدا کنید که خود سایه و سبک شعری سایه کجاست. همیشه او دارد از یکی دیگه ای تقلید میکند به خوبی زیبایی. و یه مثالی هم آورده بودم از یکی از کارهای عرض کنم که سینمایی، یه فیلمی هست به نام زلیک که یه شخصیت سینمایی هست که با هر کسی که میشینه شبیه او حرف میزنه و یواش یواش از لحاظ ظاهر هیکل خودش هم شبیه عرض کنم که او میشود. و جسارتا گفته بودم که ابتهاجم تو شعر کلاسیک ایران مثل این زلیک میمونه، یعنی با هر کسی که بخواد عین اون میتونه شعر بگه. این خیلی مثل این که به ابتهاج گران تمام شده بود مقاله من و خیلی ناراحت شده بود اونطور که دیگران برای من تعریف کردن. اما جالب این بودش که این شماره مجله آقای اسدی پور نایاب شده بود و بنابراین حزب توده در خارج کشور این شماره رو عرض کنم که تجدید چاپ کرد. و جالب این بودش که در این تجدید چاپ اون مقاله بنده رو از توش در آورده بودن. به حال اینو خواستم در امتداد اون بحث حذف همدیگر که در گذشته ها صحبت کردیم با هم خدمتتون عرض کرده باشم. عرض کنم که اون یکی به نظر من نقطه عطف قضیه پس از انقلاب مسئله اخراج توده‌ای از کانون نویسندگان بود که درش خود هوشنگ ابتهاج، آقای بهازین، آقای کسرایی و عرض کنم که دو نفر دیگه از کانون نویسندگان اخراج شدن. و این هم شاید برای روشن کردن یه زاویه دیگه از کار بد نباشه که چند دقیقه رو راجع به اون خدمتون عرض بکنم. حتما حتما. خب چهره بهازین رو توضیح دادم، چهره عرض کنم که آقای ابتهاج رو در حدی که میشناختم توضیح دادم، ولی از همه اینها نزدیکتر و پرمعاشرت‌تر با خودم رو آقای سیاوش کسرایی میدونم. سیاوش کسرایی بسیار انسان عرض کنم که خوش صحبت، شیرین محضر، رفیق بازی بود. و عرض کنم که خب ما میدونستیم که تمایلات توده‌ای داره، قبلا توده‌ای بوده و اینها، ولی رابطه بسیار وسیعی با عالم روشنفکری این داشت، با شاعرها، با نویسنده ها، با سینماگران و غیره. و جالب بود که من پس از مدتی از خودش شنیدم که وقتی که دختر پادشاه ایران از ملکه فوزیه یعنی والا حضرت شهناز به دنیا آمده بود، فوزیه مثل یا شیر نداشت یا نمیتونست خودش به دلیلی به شهناز شیر بده و گشته بودن که یک کسی رو پیدا کنند که شیر بده به او. عرض کنم که مادر یا خواهر آقای فکر من مادر آقای کسرایی رو نه ببخشید خواهر آقای کسرایی رو پیدا کرده بودند و ایشون به بالا حضرت شهنازی که میگفتند عرض کنم که شیر میداد و یه رابطه رضایی با این بین کسرایی و برادرش رو عرض کنم که دربار برقرار بود. به همین دلیل یه مسئولیت خاصی کسرایی داشت. مثلا بقیه رو میگرفتن ولی کسرایی رو یه بار مثلا گرفته بودن دو سه ساعت بعد آزادش کرده. شغلش چی بود آقای نوریالا؟ شغل آقای کسرایی چی بود؟ آقای کسرایی در وزارت آبادانی و مسکن کار میکرد. من دقیقا نمیدونم چه شغل خاصی داشتش. بنابراین شغل دولتی داشتن. بله؟ شغل دولتی داشتن. بله بله شغل دولتی داشت. و یادمه که شاید اینجا مثلا بخوام پرش بکنم در مورد شغل ایشون مطلبی عرض بکنم، من در سال 52 شدم دبیر سندیکای سندیکای هنرمندان سینما. بله بله. و اون موقع در نخست وزیری دستوری داده بودن و یک کوی نویسندگان درست کرده بودن با خرج دولت برای اعضای سندیکای نویسندگان، نه کانون نویسندگان. بله. و من چون وارد کار سینما شده بودم که حالا در آینده امیدوارم وقتی باشه که توضیح بدم،
من متوجه شدم که کسانی که نقش‌های سوم چهارم و تو فیلم‌های ایرانی بازی می‌کنن وضع رقتباری دارن، به خصوص زنانشون. و عرض کنم که در نتیجه رفتم در پی این که ما بیایم یک کوی هنرمندان سینما هم درست کنیم و این نوع هنرپیشه ها و کارگران فنی و غیره رو هم در اونجا خانه بسازیم براشون. به این دلیل خانم عرض کنم که پوری بنایی که ایشون هم عضو هیئت رئیسه سندیکا بود و در فیلم من هم بازی کرده بود، ایشون وقتی گرفت رفتیم پیش آقای هویدا و جریان رو بهش گفتیم. هویدا هم تلفن کرد به وزیر آبادانی و مسکن که الان یادم نیست اسمشون چی بود و گفتش که من این خانم آقا رو میفرستم پیش شما و شما ترتیب دادن یک طرحی راجع به کوی هنرمندان سینما هم بدین. آقای وحیدی. بله؟ آقای وحیدی. آقای وحیدی. جمشید وحیدی. من جمشید وحیدی، بله. جمشید وحیدی. احتمالاً ایشون بود، من الان یادم نمیاد اسمشون. به هر حال ما رفتیم پیش ایشون و ایشون حرفای ما رو گوش کرد و اینها و بعد گوشی رو برداشت، تلفن کرد گفت نقشه های کوی نویسندگان رو بیارید. بعد ما به بحثمون داشتیم ادامه میدادیم، من دیدم در وا شد و سیاوش کسرایی با مقداری نقشه و خیلی با حالت مؤدب در مقابل وزیر وارد شد و چشمش به منم افتاد، یه خود جا خوردش و بعد عرض کنم که نقشه ها رو گذاشت روی میز و شروع کرد توضیح دادن راجع به این که مثلا اینجور آپارتمان ها داریم، نمیدونم فلان داریم، این حرفا. من دیدم خیلی وضعیت بدیه، من شروع کردم از این که جناب وزیر شما میدانید که آقای سیاوش کسرایی یکی از شاعران بزرگ و محبوب ما هستن، این حرفا، که یه مرتبه دیدم سیاوش خیلی راحت شدش. اون جمشید وحیدی رو فراموش کنید، من اشتباه کردم. اشتباه. بله، فکر نمی کنم وحیدی بود. نه، وحیدی وزارت نیرو بود. عذر. بله. درست. عرض کنم که در ضمن همون کسرایی آقای جعفر کوشابادی رو هم برده بود به وزارت همین آبادانی و مسکن و من یادمه که ایشون توی این کیوسکی که جلوی در وزارت خونه قرار داشت و زنجیری داشت که ماشینا باید اونجا وای میسادن و مثلا نشون میدادن که چرا دارن میرن تو، آقای کوشابادی هم گذاشته بودن اونجا کار میکرد که بعدن کوشابادی رو که گرفتند، عرض کنم که در جریانی که همین آقای قلیچ خانی و اینها فوتبالیسته با همدیگه یک گروهی رو داشتن و اینا رو گرفتند و اینها آمدن تو تلویزیون عذرخواهی کردند و غیره، کوشابادی رو دیدم که به اون شغلش برگردونده بودن. اینا خواستن چیکار کنن؟ توطئه برای چی بود؟ دقیقاً نمیدونم، ولی میدونم که سازمان امنیت اینها رو گرفت به عنوان یه عده کمونیستی که توطئه ای کرده بودن برای دستگاه و اینها هم آمدند و اونجا عرض کنم که متوجه. آقای قلیچ خانی آمد، همین آقای کوشابادی آمد و غیره. متوجه. به هر حال عرض کنم که این با کسرایی ما خیلی رفیق بودیم، یعنی بسیاری از شبها عرض کنم که میرفتیم با همدیگه میشستیم تا پاسی از شب گذشته، عرض کنم که به گفتگو و غیره. همه شاعران، آقای سپانلو، احمدرضا احمدی، نمیدونم از فیلمسازا کامران شیردل، اینا همه بودم. با همدیگه بودیم. به خصوص که کسرایی در این حال پیش از اینکه بره به وزارت آبادانی و مسکن، الان یادم افتاد، کارمند گروه صنعتی بهشهر بود که این لاجوردی ها عرض کنم که درستش کرده بودن و یه بخشیش رو عرض کنم که همین آقای لاجوردی که در خارج کشور تاریخ شفاهی ایران رو درست کرد، اون موقع اونجا روشنفکران رو استخدام میکرد و اونجا بودن. یعنی حبیب لاجوردی. حبیب دوست داشت که تا میتونه دستگاه خودش رو که در واقع دستگاه روابط عمومی و تبلیغات گروه صنعتی بهشهر بود، از روشنفکران پر کنه، از جمله کسرایی رو، سپانلو رو، عرض کنم که ناصر شاهینپر رو، عده دیگر رو استخدام کرده بود. خود اداره آقای لاجوردی هم شده بود پاتوق عده‌ای در اونجا. از که بعد کسرایی از اونجا رفتش به وزارت آبادانی و مسکن.
همونطور که توی جلسات قبلم خدمتون عرض کرده بودم، من با عرض کنم که آقای شیروانلو و دوستانشون پرویز نیکخواه و اینها هم در خونه کسرایی آشنا شدم. اما وقتی که انقلاب شد و سران حزب توده برگشتند به ایران، کسرایی یک مرتبه شدش انقلابی دو آتشه، یعنی اصلا در پوست خودش نمی گنجید و مرتب شعر می گفت، نمی دونم خطاب به تفنگی که به دستش رسیده بود که ای تفنگ من از انقلاب پاسداری خواهم کرد و غیره و غیره، و در دل حزب توده هم برای خودش مقامات بالایی پیدا کرده بود. این مقامات بالا ای پیدا کردن یک بار پرش به من گرفت که اون رو امروز بخواستم خدمتتون عرض بکنم، و اون این بودش که من وقتی که وارد ایران شدم بعد از انقلاب در تابستان، به یکی از دوستان من که ارتباطی با حزب توده داشت و احتمالاً توده‌ای هم بود، به من گفتش که احسان طبری برگشته به ایران و علاقمنده که با نویسندگان و شاعران ایران آشنا بشه، این سالها از دور کارهای اینا رو تعقیب میکرده و حالا علاقمند رویاروی اینها رو ببینه، و لیستی به من داده. من فهمیدم بعدن که ایشون رابط آقای احسان تبریز با غیر توده‌ای ها و از طرف حزب توده این مقام رو داده بودن بهش، و لیستی به من داده از جمله ایشون علاقمند تو رو ببینه. قراری گذاشتیم و منم خب خیلی اشتیاق داشتم، چون به هر حال احسان طبری اسم اسطوره‌ای شده بود در بین کسانی که به تاریخ و جامعه شناسی و فلسفه علاقه من بودند، همیشه یک هیبتی داشت برای خودش. من بسیار علاقه من بودم ایشون رو ببینم، بنابراین استقبال کردم و رفتیم دیدن ایشون، و این دو سه جلسه‌ای عرض کنم که این دیدارها مکرر شد، هیچ هم بحث سیاسی نمی کردیم. ایشون مثلا کتاب صور و اسباب در شعر امروز ایران رو که من در سال 48 منتشر کرده بودم به دقت خونده بودند و عرض کنم که مسائلی رو سوالاتی می کردن، نقدی می کردن بر بعضی از نقطه نظرهای من و غیره، تا اینکه یه روز من از ایشون پرسیدم که آقای طبری چگونه است که این حزب توده یک موقعی زایشگاه روشنفکری ایران بوده است، اما چرا الان تبدیل به آسایشگاه عرض کنم که هنرمندان شده، هر کی رو که میبینی در حال بازنشستگی و غیره آمدن دو مرتبه توی این حزب رو دارن فعالیت میکنن. این ایشون به من گفت خیلی نکته مهمی رو، من هم داشتم میرفتم به لندن برای ادامه تحصیلم، یه فرجه کوتاهی رو آمده بودم و برمیگشتم، ایشون گفتش خیلی مسئله مهمیه و من باید در این مورد فکر کنم و جواب شما رو به طور قانع کننده ای بدم. ما خداحافظی کردیم آمدیم بیرون. اون موقع این توده ای هایی که از کانون نویسندگان اخراج شده بودن رفته بودن یه چیزی به نام شورای نویسندگان و هنرمندان ایران رو درست کرده بودن که میگفتن ما در خط امام هستیم و غیره. من در گذشته جلسات گذشته کمی راجع به این قضیه صحبت کرده بودم، و نمیدونم اون شب اینها یک شب سخنرانی یا شعری گذاشته بودن، نه شب کیومرس منشیزاده گذاشته بودن، چون منشیزاده هم یه مرتبه بعد از انقلاب متمایل به توده ای ها عذاب در اومده بود و با اونا حشر و نش میکرد. البته روی رودروازی نمیدونم چه توی یکی از این میتینگ ها شرکت کرده بود، فکر میکنم منو بهنود بودیم، منظرش بود، منتظرش بودیم، برای مادرش اجازه بودیم، این دیر اومد با اینکه ما رو مهمون کرده بود، گفتیم کجا بودی؟ گفت میتینگ حزب توده در میدان آزادی، من با رو درواسی رفتم اونجا، از من زنگ زدم، یعنی با اکراه میرفت و میومد، اصلا به هر حال گرایش تعذبی نداشت خلاصه. بله ایشون از کانون نویسندگان بریده بود، عضو این شورای نویسندگان متعلق به حزب توده شده بود و شب شعری داشت. درست. چون تو سازمان برنامه ما با هم همکار بودیم، به من گفت من امشب اونجا شعرخونی دارم و ما هم رفتیم اونجا. وقتی که شعرخونی تموم شد من داشتم خارج می‌شدم از ساختمون، برخوردم دم پله‌ها به کسرایی
بغل کردیم و ماچ بوسه کردیم و این حرفا و گفتش آقا چه خوب شد شما اومدی اینجا و فلان، و گفتم نه من به خاطر منشی زاده آمدم. و بعد نمیدونم چی شد من به ایشون گفتم که من اتفاقا دیروز آقای احسان تبری رو پیشش بودم و از ایشون یه سوالی کردم راجع به این که چرا اینجوری شده و اینها. یهو دیدم که کسرایی بسیار برافروخته و سرخ شد، اصلا تغییر حالت داد و گفت تو مگه با تبری ارتباطی داری؟ گفتم که ایشون خودشون یه لیستی داده بودن به رابطشون که با یه عده‌ای ملاقات داشته باشن، از جمله من بودم، منم رفتم ایشون رو به عنوان یه شاعر و نویسنده و فیلسوف و تاریخدان دیدم، نه به عنوان کار سیاسی. من اومدم بیرون و برگشتم لندن. یه مثلا دو سه ماه بعد نزدیکای عید که شد، خواستم از تعطیلات نوروز استفاده کنم و برگردم دیداری با مادر و خواهر و اینها داشته باشم. عرض کنم در ضمن تلفنی کردم به اون رابط که عرض کنم من برگشتم دلم میخواد که آقای تبری رو ببینم. اون رابط به من گفتش که متاسفانه حزب دستور داده که ایشون حق ملاقات با شما رو نداره عجب. و حتی من رو هم عوض کردن و برادر آقای کسرایی، فریدون کسرایی بود به نظر من، آرشیتکت قابلی هم بود، او رو گذاشتن به عنوان رابط و جزو کسانی که نباید با ایشون ملاقات کنند شما هستید. عجب. که عرض کنم که بعدم تحقیق کردم که جریان چه بوده، شنیدم که آقای کسرایی رفته بود به آقای کیانوری گفته بودش که این احسان تبری با اشخاص عرض کنم که مثلا لیبرال دست راستی همچین صفتهایی داره معاشرت میکنه و باید جلو این کارو بگیریم و در نتیجه رابط رو عوض کردن و این قضیه شدش. عجب. به حال من دیگه کسرایی رو ندیدم که بعد شنیدم بعد از این که توده ای ها رو شروع کردن گرفتن، از مرز افغانستان فرار کرده بود و بعد رفته بود به آذربایجان و باکو و یه شعر قشنگی هم در کنار بحر خزر گفته که وطن خودش رو اونور آبها میبینه اما دیگه به اون وطن دسترسی نداره و بعد میره به مسکو. احوال خیلی بدی داشته در اونجا و عرض کنم که بعدم میره به اتریش و در اونجا فوت میکنه. از اون چی که در روسیه دیده بود اصلا حیرت کرده بود، خیلی مایوس شده بود، بکنی آدمی تمام عمر آرزو میکرد که ایران رو بکنه روسیه، حالا روسیه در برابرشه و متوجه میشه که چقدر اشتباه کرده، تمام عمر رو در این راه باخته. کاملا اینطوره. من فکر میکنم حتی شاید دغمگ شده بود به خاطر اینکه دخترش که البته وقتی که من دیدم دختر کوچیک بسیار قشنگی بود، الان دختر بزرگیست و کتاب خاطراتی به بهانه درس آشپزی گویا نوشته که به خاطر اینکه همراه پدرش از این شهر به اون شهر آوارگی کشیده، تمام این آوارگی ها رو علاوه اینکه در شهر میده و شخصیت پدرش و حالات پدرش رو توش نوشته، در این حال راجب غذاهای اون محل هم توضیحاتی داده. دجاله. و من کتاب رو هنوز نخوندم ولی میگویند که احوال کسرایی و عرض کنم که پریشان احوالی او رو در دورانی که در مسکو بودن رو دخترش به خوبی توصیف کرده است. دکتر نوریالا یه توضیح من بدم درباره که فرمودید رهبران حزب توده بعد از انقلاب اومدن. نه، من شماری از رهبران حزب توده از جمله اعضای کمیته مرکزی رو دیدم قبل از انقلاب که آمده بودن به ایران، تصادفا در هتل مرمر هم مقیم بودن. من با چشم خودم بله اونا رو دیدم. یکی از اونها رو خیلی از نزدیک میشناختم، یه مدتی هم بهش همکار بودم در یکی از رادیوهای بین‌المللی. خب ما تا اینجا رو داشته باشیم، همینا هم دنبال میکنیم گفتگو رو با آقای دکتر اسماعیل نوریالا پیام در برنامه آینده. تشکر میکنم از امیر درخش. موافقید آقای نوریالا؟ بله دیگه، من فکر میکنم اگر اجازه بفرمایید پرونده کانون نویسندگان هم همینجا ببندیم، چون بقیه کارها من فقط شنیدم، چون درگیرش نبودم دیگه نمیتونم اطلاعات دست اولی خدمتتون بدم. بسیار عالی، تشکر میکنم.